آخرین ساعت سال 2022 میلادی هستیم. ایرانیان مقیم لس آنجلس آمدن به منطقه پرتردد شرمن اوکس برای ادامه حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و برای بلند کردن صدای مردمی که خواهان توجه هرچه بیشتر جامعه جهانی به مسئله تغییر رژیم در ایران در سال میلادی پیش رو هستند. در سال آینده اون چیزی که برای هر ایرانی مهم است اینه که ارتباطات جمهوری اسلامی با سیاستمداران مشخصاً جمهوری اسلامی محدودتر بشه و حتی فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها افزایش پیدا کنه. این تحریم‌ها میتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنه، به سمتی بره که مبارزین داخل خیابان اونطور که باید مبارزه کنن با جمهوری اسلامی. هممون کنار هم ایستادیم برای آزادی ایران و تا آزادی کامل ایران ما دیگه زندگی نرمال نداریم. این امیدو بهتون میدیم بچه های عزیز ما، چیزی دیگه به سقوط دیکتاتور نمونده. این وقتی که ما کنار هم هستیم یعنی پیروزی. ما داریم برای زندگی هم میجنگیم. در 15 شنبه اعتراضی از عید کریسمس هفته گذشته تا به امروز که آغاز سال 2023 میلادی در ایالات متحده امریکاست، تجمعات ایرانیان همچنان ادامه داره. برگزار کنندگان این تجمع در فراخوان این گردهمایی قید کردند که این تجمعات بدون توقف و بدون هیچ باز ایستادنی تا زمان پیروزی مردم ایران به قوت خود باقی خواهد بود. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.